همکار مرتزا کازمیان اینجا همراه مونه آقای کازمیان از حواشی نامزدی پزشکیان شروع بکنیم تبلیغاتی که او شروع کرده و حمایت گروه های اصلاح طلب از اون تحلیلتون چیه؟ خب به کسی مثل پزشکیان طبیعتا یک فرصت برای اصلاح طلبان انتخابات محور که از این امکان حضور در انتخابات استفاده کنند به نوعی شانس خودشون رو برای بازگشت مجدد به قدرت آزمایش کنند کاری که سه سال پیش در 1400 با همتی بخشی از این اصلاح طلبان انجام دادن اونجا اصلاح طلبان انتخابات محور خوب رفتن پشت امتی به نوعی دوچار این خوشبینی بودن شاید بتونن انتخابات رو به دو مرحله دوم ببرن که خب کاملا ناکام موندن اینجا پدشکیان یک فرصت جدید ایجاد کرده همه به نوعی حتی اونهایی که در انتخابات شرکت میکنن میدونن که انتخابات در جمهوری اسلامی چه فاصله فایشی داره با استانداردهای انتخابات آزاد سالم و عادلانه اما به فی از اینها طبیعتا گمان میکنن که شاید بشه با ورود به ساختار قدرت وضعیت رو کمی اصلاح کرد ترمیم کرد و طبیعتاً یک طیف گسترده ای هم اساسا معتقدن که یک چنین شانسی یا امکانی اون هسته سخت قدرت فراهم نمیکنه و طبیعتا ارجاع اینها به همون امکانات رهبر جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی امکانات واقعی اوست. از جمله اینکه مثلا نهادهای بزرگ اقتصادی مثل ستاد اجرایی فرمان امام آستان قدس رضوی قرارگاه خاتم الانبیا بنیاد مصدفان اینا همه زیر مجموعه خامنه ای هستند و هیچ نظارتی برای اینها نیست و دولت نقش بسیار کوچکی داره در یک چنین وضعیتی حالا پزشکیان ورودش به صحنه انتخابات در اولین برنامهش همراه شد با تأکید موکد بر جایگاه علی خامنه ای تاکید چند باره او بیش از 20 بار اشاره به مقام معظم رهبری به نوعی نشون داد پزشکیان که پا گذاشته به صحنه با این تلاش که حداقل حساسیت رو ایجاد کنه برای اون کانون مرکزی قدرت جریان امنیتی حاکم بر جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای که مبادا ورود او یک دور جدیدی از تنش های سیاسی ممکنه منجر بشه این همون وجهیه که مورد استقبال روزنامه کیهان قرار گرفته و به نوعی دو طرف دارن بازی میکنن اصلاح طلبانی که اومدن پشت پزشکیان به نوعی دچار نمیگم این توهم این خوشبینی هستن که بتونن اون رو راهی دور دوم کنن حالا مقابل جلیلی یا قالیباف و در نهایت برگردن به قدرت و استفاده کنن از امکاناتی که قوه موجی در اختیار اونا قرار میده به نظر میرسه که بی توجه هستن به مجموعه اتفاقاتی که به ویژه در دو سال گذشته رخ داد پیرامون خیزش زن زندگی آزادی به این قهر گسترده مردم با صندوق های رای یک نوعی حتی شاید ارزیابی این باز نمیگم توهم ارزیابی نادرستی دارن از بدنه اجتماعی حامی خودشون که این تصور هستش که شاید بتونن یک بسیج اجتماعی ایجاد کنن مشابه اون چیزی که اگر نه در سال 76 و 88 بماند مشابه اون چیزی که در 92 رخ داد پشت روحانی رفتن این شکاف این تناقض ها باعث شده که به یک فضای پرگفتگو و پرهاشیهی هم پیرامون شخص پزشکیان در بگیره من اینجا فقط این هم اشاره کنم جالبه این بحث همه در شرایطی صورت میگیره که الان 23 خورداد دقیقا همزمان شده با اولین روزی که اون کودتای انتخاباتی بعد از سال 88 شکل گرفت یک مرتبه نتیجه انتخابات وارونه اعلام شد و خب از همون تاریخ کشور وارد یک مدار جدید شد جدیدیش. که نتیجه هم شاید یکی از نتایجش ادامه حصر 13 ساله میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض همون انتخاباتی کاظمی کوتاه به موج جدید تهدید رسانه‌ها ارعابی که ایجاد می‌کنند صحبت‌هایی که در مورد برخورد با متخلفان می‌کنند فضا رو چطور می‌بینید ببین این واقعا ای خودش شاید یکی از مهمترین نشانه هایی که چطور جمهوری اسلامی و اون حاکمیت مستقر تلاش میکنه که یک انتخابات کاملا مهندسی شده رو پیش ببره این انتخابات یک وجه از مهندسیش همین بود که کسی مثل پدشکیان تایید صلاحیت بشه بخشی از به نیروهای سیاسی بیان پشت پزشکیان میزان مشارکت رو کمی بالا ببرن و به نوعی بیش از پیش شاید بی آبرو بشن در نگاه مردم اون به ویژه نیروهایی که باوری به جنبش های اجتماعی ندارن به نیروهایی که اساساً اعتنای به سرمایه اجتماعی ندارن این مهندسی انتخابات یک وجه شون و همین کنترل رسانه هاست تهدید رسانه ها تهدید شهروندان بازداشت برخی از روزنامه که در روزهای گذشته شاهد بودیم احضار برخی از مدیران مسئول روزنامه همه به قصد اینکه فضا تا حد امکان کنترل شده پیش بره و البته نامزدهای انتخاباتی هم اونچنان که ای داد رئیس قوه قضاییه هشدار داد از ورود به حوزه هایی که میتونه پرخطر باشه برای نظام سیاسی پرهیز کنن و همه ای اینها اون انتخابات نمایشی و فرمایشی رو تا حد امکان مدیریت شده پیش ببرن برای تعیین جانشین رئیسی بازی و اجرایی علی خامنه سپاس از